این فصل واقعیت شگفت آور در خصوص مقصود. بعد از اولین گفتگوی تلفنی با دکتر هیولن احساس کردم علاقه بیشتری به دانستن دارم. زمانی که از او در خصوص سمینار آینده که حدوداً 3 هفته بعد برگزار می شد پرسیدم، ابداً تلاش نکرد مرا به شرکت در آن سمینار ترغیب کنه. او فقط تأکید کرد که تعداد افراد را بر حسب شرایط و به طور دقیق انتخاب می کنه. واضح بود که از شلوغی بی مورد و بی نظمی بیزار است. در واقع او فقط به دنبال قلب‌های روشن و پذیرا بود. بنابراین برام توضیح داد که روح الهی همه کارها را به خوبی به پیش خواهد برد و افراد مناسب را به آن سمینار هدایت خواهد کرد. از دوستم مارک پرسیدم که آیا مایل به شرکت در این سمینار هست یا خیر، چون او بود که برای اولین بار در خصوص دکتر هیولن با من صحبت کرد. از آنجا که مایل بودم به نوعی از مارک تشکر کنم که این معجزه و روانشناس معجزه‌گر را به من معرفی کرد، پیشنهاد کردم همه هزینه های او را شخصا پرداخت کنم و البته مارک هم پذیرفت. تحقیقات بیشتری در خصوص این سفر انجام دادم. اطمینان نداشتم که آیا روش این درمانگر با روش درمان فراگیر و محبوب در هاوایی به نام هیونا مرتبط هست یا خیر. نام هیونا را مکس فریدم لانگ، مؤلفی که سابقا کارآفرین بوده است، برای این روش روحانی برگزید. او مدعی شد که وقتی در هاوایی به عنوان یک معلم در مدرسه مشغول به فعالیت بوده است، نکات و رازهای زیادی در مورد این شیوه درمانی از همکارانش آموخته. او در سال 1945 توانست بنیاد خیریه هیونا را تأسیس کند و بعدها نیز مجموعه کتاب‌های الهام بخش را به چاپ برساند. برخی از آنها از موفقیت و محبوبیت بالایی برخوردار هستند، از جمله علم مرموز در پشت معجزات. اگرچه آثار لانگ بسیار جالب و مسحور کننده هستند، اما هیچ ارتباطی با روش این درمانگر ندارند. زمانی که من شروع به یادگیری در خصوص این روش کردم، لانگ نیز همانند خودم هیچ اطلاعاتی در خصوص روش درمانی دکتر هیولن نداشت. هرچه بیشتر جستجو می کردم و مقالات بیشتری را مطالعه می کردم، حس کنجکاوی شدیدتر می شد. انتظار برایم دشوار شده بود و هر لحظه ممکن بود پرواز کنم تا چند روز زودتر با درمانگر مرموز ملاقات کنم. بالاخره به لس آنجلس رفتم و با مارک ملاقات کردم. او برنامه گشت و گذار در شهر را ترتیب داد و ساعت خوشی را در لس آنجلس سپری کردیم. هر دو بی صبرانه منتظر ملاقات با درمانگر مرموز بودیم، کسی که مطالب زیادی در خصوص او جمع‌آوری کرده بودیم. در نهایت من و مارک با هم به کالاباسا در کالیفرنیا رفتیم. اگرچه روز موعود و حین صرف صبحانه در خصوص مسائل گوناگون صحبت کردیم، اما فقط به فکر سمینار بودیم. با ورود به سالن مراسم، شرکت کنندگان که حدود 30 نفر بودند را ملاقات کردیم. روی پنجه پای ایستاده بودم شاید بتونم از بالای سر حضار دید بهتری داشته باشم. مایل بودم هرچه سریعتر درمانگر را مشاهده کنم. مایل بودم آن مرد مرموز دکتر هیولن را ببینم. در همین زمان بود که دکتر هیولن به من خوش آمد گفت. سلام جو. او دستش را به سمت من گرفت. اگرچه با لحنی نرم و دوست داشتنی صحبت میکرد، اما قدرت و اقتدار در حرکاتش مشهود بود. او لباس ساده‌ای به تن داشت، پیراهن مردانه، شلوار کتان، کفش ورزشی و ژاکت ساده. البته یک کلاه بیسبال هم بر سر داشت. بعدها متوجه شدم علامت روی اون کلاه مارک تجاری خودش بود. او سپس به دوستم گفت سلام مارک، دکتر هیولن در خصوص پرواز و مدت زمان سفر از تگزاس به لس آنجلس و غیره پرسید و ما گفتگوی کوتاهی در این خصوص داشتیم. از همان لحظه اول شیفته این مرد شدم. در وجود این مرد که با اعتماد به نفس بالا و سبک یک پدر سالار تمام عیار با همگان برخورد میکرد، نیروی عجیبی وجود داشت که مرا به شدت مسحور کرده بود. دکتر هیولن مایل است جلسات خود را همیشه به موقع و در زمان از قبل تعیین شده شروع کند. او به محض شروع سمینار خطاب به من گفت جوزف، وقتی یک فایل را از حافظه کامپیوتر پاک میکنی کجا میره؟
پاسخ دادم نمیدونم. همه خندیدن اما اطمینان داشتم که خودشون هم نمیدونستن. او این بار از حضار در سالن پرسید وقتی یک فایل را از حافظه کامپیوتر پاک میکنی کجا میره؟ یک نفر از گوشه سالن با صدای بلند گفت داخل سطل زباله. دکتر یولن گفت دقیقاً، اما باز هم داخل کامپیوتر شما هست، اما شما اونو نمیبینید. حافظه انسان همین حالت رو داره. همه خاطرات هنوز در یک جای داخل ذهن شما هستن، فقط نمیتونید اونا رو مشاهده کنید. کاری که باید انجام بدید اینه که اونا رو به طور کامل و برای همیشه پاک کنید. مثال جالبی بود، اما باز هم نمیدانستم منظور از مطرح کردن این موارد چیست و قرار است بحث به کجا کشانده شود. چرا باید خواهان پاک کردن دائمی خاطرات باشیم؟ دکتر هیولن توضیح داد شما دو گزینه برای زندگی کردن دارید، از طریق خاطرات یا از طریق الهام. خاطرات همان برنامه های قدیمی هستند که بازپخش می شوند و الهام یعنی دریافت پیام روح الهی. شما فقط یک گزینه برای دریافت پیام های الهی پیش رو دارید که آن هم زدودن خاطراته. فقط کافی ذهن و خاطرات خودتون رو پاکسازی کنید. دکتر هیولن مدت زمان نسبتاً طولانی را به توضیح حالت صفر پرداخت که موجب نزدیکی با خداوند است. چون در این حالت سطح محدودیت ها صفر است. نه خاطره، نه هویت و نه هیچ عامل دیگر. فقط خداوند و روح الهی. همه ما حالت محدودیت صفر را در زندگی تجربه کردیم، البته به مدت بسیار کوتاه، چون اکثر لحظات زندگی خود را تحت تأثیر همان زباله ها که او همان زباله ها را خاطرات می نامد زندگی کردیم. او گفت زمانی در بیمارستان روانشناسی کار می کردم، همیشه موقع مطالعه پرونده بیماران درد عجیبی حس می کردم. البته این خاطره بین من و بیماران مشترک بود. اونها هم تحت تأثیر یک برنامه از قبل تعیین شده کارهایی را انجام می دادن که براشون دردناک بود. منظورم اینه که اونا کنترلی بر کارهای خودشون نداشتن و فقط درگیر همون برنامه از پیش تعیین شده قرار گرفته بودن. به محض اینکه برنامه مذکور را درک کردم اونو برای همیشه از ذهنم پاک کردم. پاکسازی باید یک عملکرد مکرر باشه. او برامون توضیح داد که روش‌های متعددی برای پاکسازی وجود دارد. برخی از آنها را نمیتونم در اینجا توضیح دهم چون محرمانه هستند. شما نیز باید خودتون در یکی از کارگاه‌های آموزشی هوپونوپونو شرکت کنید و همه آنها را یک جا بیاموزید. اما مهمترین روش پاکسازی که دکتر هیولن شخصا استفاده میکنه و من نیز اکنون از همین شیوه استفاده میکنم رو براتون شرح میدم. روح الهی را مخاطب قرار دهید و 4 عبارت ساده را به طور مرتب و مکرر بیان کنید. عاشقت هستم، متاسفم، لطفاً مرا ببخش، سپاسگزارم. بعد از پایان اولین کارگاه آموزشی در آخر هفته، عبارت عاشقت هستم ملکه ذهن من شد. شما نیز با این تجربه آشنا هستید که گاهی اوقات در حالی که یک آهنگ در ذهن شما تکرار میشه از خواب بیدار میشوید. من نیز فردای روز کارگاه آموزشی در حالی بیدار شدم که عبارت عاشقت هستم در ذهنم تکرار میشد. من این عبارت را آگاهانه تکرار نمیکردم، بلکه فقط به تکرار شدن آن گوش میدادم. حس زیبایی بود. نمیدونستم چگونه این فرایند ایجاد شده بود. فقط شاهد تکرار آن بودم. آیا تکرار عبارت عاشقت هستم یک شکل بد یا ناگوار است؟ در یکی از بحث‌های کارگاه آموزشی دکتر یولن از من پرسید جوزف، میدونی چطوری باید خاطره رو از الهام تشخیص بدی؟ متوجه پرسش نشدم و همین مسئله را با صدای بلند اعلام کردم. دکتر هیولن گفت منظورم این بود که برای مثال به نظر تو اگه یک فرد سرطان بگیره خودش اونو به خودش داده یا
یا اینکه روح الهی برای ایجاد یک چالش جهت کمک به اونا این بیماری رو فرستاده. برای یک لحظه سکوت کردم. باید این پرسش رو به طور کامل در ذهن مرور می‌کردم. چطور باید فهمید که آیا یک رویداد زاده ذهن خودمان است یا ذهن روح الهی؟ برای همین پاسخ دادم نمیدونم. دکتر هیولن گفت من هم نمیدونم و به همین دلیل است که همیشه باید در حال پاکسازی ذهن باشیم. پاکسازی کنید و پاکسازی کنید و پاکسازی کنید. باید همه چیز رو پاکسازی کنید، حتی اگه تفاوت بین خاطرات و الهام رو نمیدونید. فقط پاکسازی کنید تا به حالت صفر برسید. دکتر هیولن اظهار داشت که ذهن ما دیدگاه باریک و محدود نسبت به جهان دارد. این دیدگاه نه تنها ناقص است، بلکه نادرست هم هست. این مفهوم را نپذیرفته بودم تا اینکه کتاب ذهن متمرد اثر گای کلاکستون را خواندم. کلاکستون از تجاربی می نویسد که ثابت کردن مغز ما قبل از این که به طور آگاهانه تصمیم گیری کنیم فرمان انجام کارها را صادر می کند. در یک آزمایش خاص و مهم، عصب شناسان مشهور به نام بنجامین دستگاه الکترو آنسفالوگرافی را به شرکت کنندگان در آزمایش متصل کرد. خیزش بلند دستگاه که نشانگر فعالیت‌های ذهنی بود، دقیقاً قبل از تصمیم‌گیری آگاهانه برای انجام یک کار ثبت شد. این آزمایش ثابت کرد که قصد انجام یک کار بر ذهن ناخودآگاه شما تأثیر می‌ذاره و قبل از وارد عمل شدن ذهن خودآگاه کارها را انجام می‌دهد. در کتاب کلاکستون آمده که لیبت با آزمایش خود ثابت کرد قصد انجام یک کار حدوداً 1/5 ثانیه قبل از حرکت مشاهده میشه، اما خیزش بلند مربوط به فعالیت‌های ذهنی را عمدتاً 1/3 ثانیه قبل از قصد انجام کار مشاهده می‌کنیم. همچنین ویلیام اروین در کتاب خود به نام اشتیاق چرا آنچه می‌خواهیم را می‌خواهیم نوشته است این گونه آزمایشات نشان می‌دهند که انتخاب‌هایمان به شیوه کاملاً منطقی و خودآگاه صورت نمی‌گیرند، بلکه همه آنها به طور ناگهانی از ذهن ناخودآگاهمون نشأت می‌گیرند. اما زمانی مالکیت آنها را در اختیار می‌گیریم که به سطح ذهن خودآگاه رسیده باشند. بنجامین لیبت، همان کسی که آن آزمایش بسیار عجیب و جنجال برانگیز را انجام داد، در کتاب زمان ذهن تاکید کرد ناخودآگاه پدید آمده برای اجرایی قصد را نمی توانید آگاهانه کنترل کنید، بلکه شما فقط می توانید آخرین مرحله از آن که در واقع به کمال رسیده است را در ذهن خودآگاه کنترل کنید. به عبارت دیگر، تصمیم انتخاب این کتاب در ذهن ناخودآگاه شما اتخاذ شده. ذهن شما پیام داده که این کتاب را بردارید و سپس ذهن خودآگاه شما از این دستورات پیروی کرده. به نظر می رسد که این کتاب جالب است. فکر کنم باید آن را بردارم. شما می توانید برداشتن یا برنداشتن کتاب را انتخاب کنید و حتی می توانید به منطق دیگری متوسل شوید، اما در هر حال قادر نیستید پیام اولیه که به ذهن شما ارسال شده است و شما را به انجام یک کار تحریک می کند کنترل کنید. می دونم که باور کردن این موارد چندان ساده نیست. به گفته کلاکستون، قصد و نیت انجام کارها هرگز به ذهن خودآگاه شما خطور نمی کند و هرگز هیچ طرح و نقشه‌ای در آن قسمت ظهور نمی کند. استانیت فقط به صورت یک نوع اختار یا فکر قبلی به ذهن خودآگاه شما ارسال میشند تا بدونید قرار است چه روی دهد. به همین ترتیب قصد شفاف و آگاهانه را باید فقط یک نوع اختار قبلی تلقی کنید. آنچه متوجه نشده بودم این بود این افکار از کجا می آمدند. این موارد ذهنم را مشغول کرده بودند. در مورد قدرت اشتیاق در کتابم به نام عامل جذب توضیح دادم. در این خصوص حتی در فیلم راز نیز صحبت کردم
و اکنون که می دانم هیچ یک از آنها انتخاب خودم نبودند، به شدت شگفت زده شدم. همیشه تصور می کردم آن چه انجام می دهم بر اساس قصد قبلی خودم است یا پیام های مغزم را اجرا کردم. پرسش اصلی این بود چه کسی یا چه عاملی باعث می شه ذهن من این قصد های از پیش تعیین شده را درک کنه. همین دلیل بود که از دکتر هیولن پرسیدم مسئولیت این وضعیت چه کسیه؟ او خندید و گفت عاشق این پرسش هستم. اما پاسخ چه بود؟ اعتراف می کنم که ذهنم تا مدتها درگیر مفهوم قصد قبلی بود. من با قدرت اراده و عزم جزم توانسته بودم 30 کیلوگرم وزن کم کنم. آیا من بر اساس اشتیاق خودم عمل کرده بودم یا فقط به یکی از علامتهای مغزم با موضوع کاهش وزن پاسخ داده بودم؟ آیا این الهام بود یا خاطره؟ در این خصوص با دکتر هیولن مکاتبه کردم. اون نیز پاسخ زیر را برام ارسال کرد. در حالت صفر هیچ چیزی و هیچ مشکلی وجود ندارد، از جمله نیاز به داشتن قصد و اشتیاق. دغدغه وزن بالا یا علاقه به کاهش وزن فقط خاطراتی هستند که بازپخش می شوند. این خاطرات حالت صفر را از بین می برند. برای بازگشت به حالت صفر باید همه خاطرات بیهوده و منفی با موضوع دغدغه های وزن را کنار بذارید. فقط دو قانون بر تجربیات حاکم هستند. الهام از خداوند و خاطرات ذخیره شده در ذهن ناخودآگاه. اولی کاملا جدید و دومی کهنه است. حالت صفر در وجود تو وجود دارد. یعنی همان کسی که همه موهبت‌ها را به سمت تو سرازیر کرده، از جمله ثروت، سلامت، آرامش. آرامش من تقدیم تو باد، دکتر ایهالیکالا هیولن. اینجا متوجه شده بودم که دکتر هیولن مایل بود از هر گونه قصد و اشتیاق گذر کند تا به منبع اصلی برسه، به حالت صفر که در آن همه محدودیت ها صفر می شوند. از آن نقطه می توانید خاطرات یا الهامات را تشخیص دهید. دغدغه در خصوص اضافه وزن خاطره است. فقط کافیست عاشقش باشید و آن را ببخشید و شاید از آن سپاسگزار هم باشید. زمانی که آن را پاکسازی کنید، قطعاً روح الهی به شما فرصت می دهند که یک منبع الهام داشته باشید. حقیقت این است که اشتیاق من به پرخوری است. به همین دلیل است که همیشه بیش از حد چاق بودم. گویی بر روی برنامه پرخوری و چاقی تنظیم شدم. این اشتیاق از ذهن ناخودآگاه من سرچشمه میگیره و میجوشد. زمانی که من نتونم این اشتیاق را پاکسازی کنم، همچنان پابرجا خواهد بود. من باید گزینه‌های پیش روی خود را بشناسم. آیا باید پرخوری کنم و چاق باشم یا خیر؟ احتمالاً این وضعیت تا آخر عمر من ادامه خواهد داشت. البته ابداً جالب نیست. من تا آخر عمر باید با اشتیاق به پرخوری مقابله کرده و به آن نه بگویم. اما همین نگفتن نیز میتونه به یک عادت جدید تبدیل شود. اما خدا میدونه که رسیدن به این مرحله بسیار دشوار است. با این حال زمانی که به پاکسازی ذهن خود مشغول شوید، یک روز متوجه خواهید شد که عادتهای گذشته را ترک کردید. من نیز در آن زمان قادر خواهم بود پرخوری را کنار بذارم. در آن صورت فقط آرامش برایم باقی خواهد ماند. به طور خلاصه قصد در مقایسه با الهام همانند یک فرد با پای شل است. تا زمانی که قصد انجام کاری را داشته باشم برای انجام آن نبرد خواهم کرد. اما به محض دستیابی به الهامات الهی زندگی من به کلی تغییر شکل خواهد داد. هنوز اطمینان نداشتم که شیوه کار جهان این گونه باشد و هنوز نسبت به قدرت عظیم الهام الهی مردد بودم. به همین دلیل بود که تصمیم گرفتم دست به اکتشافات بزنم. هنگام صرف شام با روندا بایرن، خالق و تولید کننده فیلم تاثیرگذار راز، پرسشی را مطرح کردم که مدت‌ها بود به دنبال پاسخ آن بودم. روندا، ایده ساخت این فیلم از خودت بود یا این ایده را از جای دیگه گرفته بودی؟
البته می دونستم که او ایده ساخت یک چنین فیلم انگیزشی که در مدت کوتاه به سرعت مورد توجه همگان قرار گرفت را الهام گرفته است. او قبلا برام شرح داده بود که ایده ساخت این فیلم به طور ناگهانی و در مدت چند ثانیه به ذهنش خطور کرده بود. او مرور اصلی ایده را فقط در 10 دقیقه انجام داده بود. قطعاً او بر اساس یک الهام قوی کار کرده بود که فیلمش توانست چنین تأثیر بسزایی در طول تاریخ فیلمسازی ایجاد کند. آنچه می‌خواستم بدانم این بود که ساختار نهایی فیلم نیز بر اساس الهام بوده یا او دلایل دیگری برای انتخاب آن داشته است. معمای اصلی ذهن من در خصوص قصد اولیه همین بود. آیا آنچه ناگهان به ذهن خطور می کند و آن را قصد اولیه می نامید باعث پیدایش ایده های متفاوت خواهد شد یا ایده هایی که دریافت می کنیم باعث ایجاد قصد ما در انجام امور خواهند شد؟ پرسش من در آن شب هنگام صرف شام نیز همین بود. روندا مدت نسبتاً طولانی فکر کرد. زوایای ذهنش را جستجو کرد تا بتونه پاسخ مناسبی برای پرسش من بیابد و در نهایت پاسخ گفت. روندا گفت: مطمئن نیستم. فقط میدونم که این ایده به سراغ من اومد. اما من کار رو انجام دادم و این ایده رو خلق کردم. بنابراین میتونم بگم که من اونو خلق کردم. پاسخ او کاملا واضح بود. این ایده ناگهان به ذهن او خطور کرده بود، پس به او الهام شده بود. از آنجا که این کتاب بیش از حد قوی، عالی، برجسته و موفق بود، شک ندارم که این ایده یک راست از سوی خداوند نازل شده بود. البته کارهایی باید انجام می شدن که روندا به انجام رسانده بود، اما این ایده اصلی یک الهام ناب بود. جالب است بدانید که این فیلم فقط در مدت چند ماه توانه سهم و جایگاه رفیع در تاریخ فیلمسازی کسب کنه. همه ما از حالت صفر آمدیم که در آن محدودیت ها همگی صفر هستند و نیازی به قصد و نیت و اشتیاق ندارید، چون به راحتی دریافت کرده و عمل خواهید کرد و معجزات روی می دهند. اما شما قدرت انتخاب دارید که دریافت الهام را متوقف کنید. روندا هم میتونست در پاسخ به الهام دریافت شده فقط بی تفاوت بمونه یا نه بگه. به این میگن اراده آزاد. هر زمان که یک ایده برای انجام کار خاصی به ذهن شما برسه، شما میتونید عمل کردن بر اساس آن یا صرف نظر کردن از آن را انتخاب کنید. فقط کافی است به انگیزش درونی خود توجه کنید. دکتر هیولن نیز تلاش می‌کرد پاکسازی دائمی و بی‌وقفه همه نوع افکار را به من آموزش دهد، چه الهام و چه خاطره. با این کار بهتر می‌تونم گزینه‌های فعلی صحیح را انتخاب کنم. بالاخره متوجه شدم کاهش وزن من فقط به دلیل عدم پیروی از عادت‌های کهنه پرخوری بوده، همان عادت‌هایی که به طور مستمر به من نهیب می‌زدند: بیشتر بخور، کمتر ورزش کن. بالاخره زمانی که این نوع انگیزه‌های کهنه و اعتیادآور را کنار گذاشتم، تونستم بر اراده آزاد سوار شده و به پیش بتازم. به عبارت دیگر انگیزه من برای پرخوری فقط خاطره بوده، نه الهام. این خاطرات مربوط به یک برنامه از پیش تعیین شده بودند، نه الهام الهی. در نهایت کاهش وزن من زمانی شروع شد که تونستم آن برنامه کهنه را کنار بزنم و به آن توجه نکنم. بر اساس توصیه دکتر هیولن، بهترین رویکرد این است که عاشق برنامه زندگی خود باشم، البته تا زمانی که در هماهنگی با روح الهی به پیش برود. البته در آن زمان هنوز همه موارد را به طور کامل درک نکرده بودم. هنوز هم در حال گوش دادن و انتخاب بودم. مبادا مواردی را لغو کنم که برایم تازگی داشتند. با دانش اندک به سراغ مراحل بعدی رفتم.